بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام و درود خداوند بر همه شما دانشجویان و شنوندگان گرامی. انشاءالله در هر جایی که هستین موفق و پیروز و سربلند باشید. خب در سلسله درس های جرم شناسی یک باز هم در خدمت شما عزیزان هستم، با امید به اینکه توضیحاتی که در ارتباط با دروس خدمت شما ارائه میکرده بتوانه به اون هدف اصلی که اندوخته های علمی شما هست ما رو نزدیکتر بسازه. در جلسه گذشته پس از اتمام بحث موضوع جرم شناسی که دیدگاه مختلف در ارتباط با جرم بود، شروع کردیم بحث دیگری تحت عنوان تئوری های مربوط به جرم و نظریه هایی که گفتیم در ارتباط وجود داره، و اشاره کردیم به این که چند تا نظریه مبنایی است در بحث جرم شناسی، نظریه های جدید که جرم شناسان با اتکای اونها نظریات خود در ارتباط با عوامل وقوع جرم به راحتی میتونن بیان بکنن. اشاره کردیم این که در اونجا ما چهار تئوری باید بررسی بکنیم که عبارت بودند از تئوری محیط، تئوری زمینه، تئوری شخصیت و همچنان تئوری وضعیت، که ما در جلسه گذشته تئوری محیط صحبت کردیم، تعریف کردیم، تفاوت اون با اطراف مشخص ساختیم و دایره از اون هم بیان کردیم که دایره بسیار وسیعی میتونه باید داشته باشه برخلاف بحث اطراف. همچنان به این اشاره چند نمونه آوردیم که گفتیم محیط جغرافیایی و محیط اجتماعی است، که باز محیط اجتماعی، خب محیط جغرافیایی گفتیم که ناظر بر تأثیرات آب و هوا بر رفتار انسان ها، و همچنان محیط اجتماعی که باز به دو بخش میشد، محیط عمومی و محیط شخصی، که در بحث محیط شخصی هم چند تا فاکتور دیگر وجود داشت که محیط اجتناب ناپذیر و محیط اتفاقی و محیط انتخاب، اینها مواردی بودن که در جلسه گذشته مفصل روی اونها صحبت کردیم و توضیحات خدمت دوستان ارائه شد. اما در این جلسه به تئوری جدید میپردازیم، یک تئوری دیگر که بیان شده در بحث تئوری های مربوط به جرم، که عبارت است از تئوری زمینه. خب زمینه همون پایه و اساس منظور هست و برمیگرده به دیدگاه که در ارتباط با عوامل وراثتی وجود داره. خب در این ما تردیدی نداریم که عوامل ارثی میتونه در چگونگی شکلگیری شخصیت انسان‌ها و بحث تکامل جسمی و روانی اونها چقدر میتونه مؤثر باشه. اما بحثی که وجود داره اینه که اینجا من یک توضیح باید خدمت دوستان بدم که در چند جلسه بعد هم انشاءالله اگر حیاتی باقی باشه اونها اشاره خواهیم کرد. اینجایی که وقتی که صحبت عوامل ارثی میکنیم به این معنا نیست که انسانها، اونطور که آقای لومبروزو بر او تأکید میکنه که میگه انسانها ذاتاً مجرمن یا جانی بالفطره مطرح میکنه و میگه که انسانها یا کسانی که جرم انجام میدن ژن مجرمانه را از اجداد خود به ارث بردن، بنابراین همو ژن اونا رو میکشونه به سمت ارتکاب جرم و از خود اراده ای ندارن، بنابراین ما نباید اونا رو مجازات بکنیم. این دیدگاه که انسان ها ذاتن مجرمن یک امری است که نمیتوانه به لحاظ علمی قابل قبول باشه، کمایی که بعدها دانشمندان بسیار زیادی آمدند و این اعتقاد آقای لومبروزو به
به چالش کشیدن. اما آنچه که وجود داره اینه که هر انسانی در وجود خود سلول‌هایی داره که اونها کروموزوم میگن. این شما در دوره مکتب یقیناً با بحث بیولوژی آشنا هستید و این بحث کروموزوم ها مطالعه کردید. آنچه که میتونه تأثیر بگذاره در شخصیت به لحاظ روانی و جسمی انسان ها تغییرات سلولی است که در کروموزوم های انسان ها به وجود میاد. چرا؟ چون کروموزوم وظیفه اصلی و اساسی او انتقال خواص ارثی است. حالا اگر کروموزومی در وجود انسان ها آسیب ببینه، همینطور که میدونید در مردها اکس وای هست نام گذاری شده، در زنها اکس اکس یا برعکس، درست به ذهن من نیست ولی خب احتمال همینه دیگه، نام کروموزوم ها همین هست. حالا اگر آسیب به این کروموزوم وارد بشه، خب طبیعتا اگر یکی از والدین یا هر دوی اونها کروموزوم وجودی اونها آسیب ببینه، طبیعتا این آسیب به صورت مستقیم چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ جسمی بر کودک یا طفلی که در بطن مادر هست یا در نطفه‌ای که قرار است شکل بگیره تاثیر خود را میگذاره. این به این معنی نیست که انسان ها ذاتن، نه خیر، این در اثر اشتباه یا غفلت خود انسان ها که کروموزوم وجودی رو آسیب میبینه، بنابراین این کروموزوم آسیب دیده به جنین منتقل میشه و در نهایت اونجی هست که به نوعی کودک وضعیت جسمی و روانی از والدین خود میتوانه به ارث ببره. بنابراین اگر متوجه وضعیت زیست محیطی خود ما باشیم، که باید زیست شناسان بر تاکید میکنن دیگه کروموزوم آسیب نبینه، یقینا انسان ها به لحاظ رشد جسمی و پرورش روان در حالت مطلوب و معقول از او حتما بسر خواهند برد. در بحث تئوری زمینه فعلا همینقدر دوستان در حافظه داشته باشند که انشالله باز در جلسات آینده احتمال بسیار قوی مفصل این موضوع بحث خواهیم کرد. همین که در بحث زمینه مباحث برمیگرده به حول هوش عوامل ارثی، آنچه که انسان ها به ارث میبرند در اثر تغییراتی که در ژن ها و یا کروموزوم های وجود انسان به وجود میاد. این تغییرات باعث میشه که شخصیت جنین یا به لحاظ جسمی یا به لحاظ روانی تحت تاثیر قرار بگیره، که بعضی وقتا ما متاسفانه میشنویم نقص عضو دارن بعضی از کودکان، بعضی از کودکان به لحاظ روانی دچار مشکل هستن. اینا همه برمیگرده به اون تغییرات کوچیک. به این معنی نیست که آنگونه که آقای لومبروزو طرفدار نوباور دارن که انسان ذاتاً مجرم است، این چیزی وجود نداره. انسان ذاتاً مجرم نیست، ولی خودش در امور مربوطه به خود دخالت داره و در اونها به نوعی دخل و تصرف میکنه که میتونه منجر به آسیب‌های جدی بره بشه. در بحث تئوری زمینه همینقدر اکتفا میکنیم تا انشاءالله با در جلسات آینده مفصل‌تر، خب به ویژه بحث جرم‌شناسی پیشگیری وزیر من باید توضیح خدمت دوستان بدم که برسیم انشاءالله اونجا باز در این باب هم صحبت‌های مفصل‌تری خواهیم داشت. اما تئوری دیگر، تئوری شخصیت. خب شخصیت همونطور که اکثر دوستان هم میدانند، شخصیت عبارت از همون وضعیت یا ویژگی های روانی، درونی و ظاهری انسان هاست که در عالم ظهور پیدا میکنه. شخصیت های به لحاظ گفتاری، به لحاظ رفتاری، به لحاظ وضعیت درونی که در قالب خارج از بدن ظهور پیدا میکنه، شخصیت انسان رو شکل میده. از منظر عمومی در افواه عمومی کسی با شخصیت معرفی میکنن که دارای صفات و کردار خوب و برجسته و اخلاق انسانی باشه و به لحاظ موقعیت های اجتماعی و سیاسی در یک حد بالای خودش، مثلا شخصیت بسیار فرهنگی، شخصیت ورزیده، یعنی بیشتر انتباه مثبت است، یعنی برداشت مثبت از شخصیت، در حالی که شخصیت میتونه جنبه منفی هم به خود بگیره. خیلی ها اصلا بتونه بگیره شخصیت از اون شخصیت بدکرداری، شخصیت دروغگویی، شخصیت غیبتگری، شخصیت جانی است و موارد دیگری. حالا این شخصیت برمیگرده به همون حالات و وضعیت روانی و گفتاری انسان ها که در عالم بیرون ظهور پیدا کنه. نگاه به شخصیت در مکتب های مختلف متفاوته، یعنی
در مکات در دیدگاه مکات مختلف نگاه به شخصیت از هم دیگر فرق. به طور مثال چند تا نمونه رو ما اینجا اشاره بکنیم. مکتب تحققی یا اثباتی که کسانی مثل آقای سزار لومبروزو، اندیکو فری و رافائل گارفالو کسانی هستند که اساسگذاران مکتب تحقیقی هستند و بنای این رو هم باید مجددا تاکید بکنم که اگر امروز ما علمی به نام جرم شناسی داریم، یکی از دستاوردهای مکتب تحققی به شمار میره. حالا این مکتب تحققی یا اثباتی میگه شخصیت انسان مترادف با وضع جسمی و روانی او است. یعنی ما اگر بخوایم یک تعریف از شخصیت یک نفر به ارائه بکنیم، دو مسئله باید مراقب، هم به لحاظ جسمی او رو مطالعه میکنیم، هم به لحاظ روانی. بعد میبینیم چه ویژگی هایی داره، وقت بیایم بریم بگیم که شخص داره چنین وضعیتی است، شخص نمیدونم به لحاظ روانی دچار به بیماری پسیکوز مزمنه، نمیفهمم ملانگویا داره، یا هر شاید خدمت شما که به حالت جنونه و و موارد دیگر، یا حالت عادی داره، نابغه طبیعیه. با وضعیت مطالعه کردن وضعیت جسمی و روانی شخص، ما میگیم شخصیت از اون چی تعریف میکنیم. یعنی مکتب تحققی معیار تشخیص صحت شخصیت در چی میدونه؟ در وضعیت جسمی و روانی انسان ها. این یک دیدگاه. دیدگاه دیگر دیدگاه روانکاو ها هست که اونا معتقدن شخصیت یک سازمان پرتحرک و به عنوان بالاترین ترکیب روانی انسانه و یکی بودن و معلوم بودن و وضع و احساسات شخصی از مختصات از اون باشه. شخصیت میتوانه بین انسان و محیط یک رابطه ایجاد بکنه که این رابطه میتوانه به لحاظ عاطفی شکل بگیره، میتوانه به لحاظ اخلاقی شکل بگیره، یا میتوانه به لحاظ وضعیت نابهنجار و ناراحت کننده شکل. حالا در میان کسانی که در بحث روانکاوی حرفی برای گفتن دارن یا به نوعی مباحثی رو مطرح کردند، کسیه به نام آقای زیگموند فروید که یک روان پزشکه و به نوعی او پدر علم روان پزشکی هم میگن. او معتقده که شخصیت انسانها تحت تأثیر سه نیرو قرار داره و به نوعی این نیروها هستن که انسان میبرن به سمت رفتارهایی که یا مثبت است و یا منفی. این نیروها چیه و فلسفه اینها چیه و چی گپ میتونه داشته باشه؟ گپایی که ما آره خدمت شما عرض. به طور مثال اولین نیرویی که میتونه تأثیر داشته باشه در این مسئله به زعم آقای فروید بحث نهاد یا ذات انسان. میگه انسان ها، یا اگه بخوام به حال مرحله انسان ها، بعضی وقت در یک مرحله قرار دارن که این مرحله اونها رو وادار به تصمیمات غریزه ای میکنه. وادار به چی؟ وادار به تصمیمات غریزه. من این قسمت پایین چیه یک یاد داشته بگذارم که دوستان وقتی که چی میگم مطالعه میکنن به ذهن آوره. وادار یعنی وادار به تصمیمات غریزه‌ای. یک بعضی از انسان ها اینگونه هست، یعنی در یک بحبوحه یا در یک حالتی قرار دارن، در یک وضعیتی هست که بدون از این که فکر بکنن، بدون از این که توجه بکنن که خواسته ای که دارن آیا معقول هست یا نه، حقی که میخوان مطالبه بکنن حقشان هست یا نه، رفتاری که میخوان انجام بدن به کسی آسیب میرسانه یا نه، فقط با پیروی از یک خصیصه درونی به نام غریزه، به نام غریزه میرن اون رفتار رو انجام میدن و تبعات از اون بسیار بسیار میتونه چی باشه؟ خطرناک باشه. یعنی چی؟ چون غریزه ای عمل میکنن، بنابراین وابسته خود
به هیچ قید و بندی نمیدونه، هیچ ارزشی به اینا اهمیت نداره، فقط چیزی که میخوایم همون رو به دست بیاره. مثل یک بچه خردسالی که اگر ما شما ببینین بعضی وقتا که شق میکنن که یک چیزی به دست بیارن، یک اسباب بازی یا یک وسیله، آنقدر خود رو به زمین آسمان میدن تا اون رو به دست بیارن. حالا فکر نمیکنن که این درست هست نیست، کار معقولانی هست یا نیست، حق نه هست یا نیست، به این فکر نمیکنن، فقط به دنبال اینن که امور به دست بیارن. حالا بعضی از انسان ها بزرگ هم که میشن باز هم تابع چیان؟ تابع غریزه هست. میرید 30-40 سال عمر از اونه ولی هیچگاهی با فکر کار نمیکنن، غریزه ای عمل میکنن. 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگر. یعنی بعضی ها این گونه هست، 40 سال 50 سال عمر میکنن ولی همیشه غریزه هست. هر چیزی نمیفهمی معتقد نیستن که یا حق نه هست یا نیست، ارزشی هست که زیر پا میشه یا نمیشه، حق کسی زایه میشه نمیشه، فقط به دنبال به دست آوردن اما خواسته خود هستن. الان دوستان عزیز، بحثی که وجود داره اینه، ما در متون دینی خود هم داریم همین مراحلی که اینا امروز دارن بره ما و شما در قالب روانشناسی مطرح میکنن، اینها در امور دینی ما و شما چند به صراحت بیان شده. اون بحث جرم شناسی دینی یا جرم شناسی تطبیقی که گفتیم ما و شما در بعضی مواقع کار خواهیم کرد، این همون مباحثه. به طور مثال ما در تعابیر دینی خود یک نفسی داریم که او چی میگه؟ میگیم نفس اماره نفسیه که انسان میکشانه به سمت چی؟ به سمت کارهای خلاف عقل و خلاف ارزش، تشویق میکنه انسان به سمت رفتارهای نادرست. و ما ابری و نفسی این نفس لامارتون به سو، چی؟ حضرت یوسف علیه السلام. یعنی نفس اماره همیشه در صدد اینه که انسان رو به بیراهه بکشانه، تشویق بکنه، به خواسته های درونی خود همیشه انسان رو متوجه بسازه. و خیلی بعضی از انسان ها هم هستن که متاسفانه تابع این نفس اماره رفتارهای از اونها سر میزنه که واقعا در شأن یک انسان شاید نباشه و چه چیزی بوده. در هر صورت اولین مرحله، مرحله نهاد یا اولین نیرو، نیروی نهاده که بعد از انسان ها به او از اون مرحله عبور نمیتونن کرده و زندگی در همون مرحله میکنن، مسئولیت غریزه غریزه ای عمل میکنن، دنبال لذت جویی هم بیشتر. یعنی این لذت حالا برای از اونا دیگه معنایی نداره که آیا واقعا حقشان هست و یا خیر. نیروی دیگر یا نیروی دوم بحث منه. مرحله من یک قدم رو به جلوه. در مرحله من نوعی تفکر وجود داره، نوعی تفکر وجود داره. یعنی انسانی که مرتکب جرم می شود، یا انسانی که اصلا بس جرم فعلا بس نداشته باشین، انسانی که می خواهی اگر رفتاری انجام بده، حداقلش این است که به نوعی فکر میکنه این کاری که میخوایم انجام بدم این کار درستی است یا نه، این کاری که میخوایم انجام بدم این حقی که میخوایم به دست بیارم متعلق به من هست یا نه، فکر میکنه، به نوعی با خود کلنجار میره، سبک و سنگین میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه آیا این رفتار درستی هست یا نه. همونطور که در متن هم مشاهده میکنیم، به نوعی مرحله من یک مرحله ایه که حلقه اتصالی بین مرحله نهاد، نیروی نهاد که او رو گفتیم به اعمال غریزی انسان ارتباط پیدا میکنه، و من برتر یا فوق من که در پاراگراف بعدی به او اشاره خواهیم کرد، این یک حلقه وصله، حلقه اتصالی. حالا بعضی وقتا هست انسان فکر میکنه کاری که میخواد انجام بده یعنی کار اشتباهه، از اون کار روی گردان میشه، خب میشه اون منه برتر.
اما بعضی وقتا هست انسان فکر میکنه میفهمه که یه حق از اونیه، باز هم چی؟ او کار رو انجام میده. خب یعنی رفته چی؟ سمت نیروی نهاد یا نیروی ذاتی یا غریزه. خب حالا در تعابیر دینی هم ما چی نفسی داریم؟ ما چی میگیم؟ میگیم نفس لوامه، نفس ملامت، لا اقسم نفس لوامه. نفس لوامه نفس ملامتگره. انسان با خود فکر میکنه، بعضی وقتا تسلیم نمیشه و کارش اشتباه رو انجام نمیده، بعضی وقتا هم تسلیم میشه. که امیدوار هستیم ما بتوانیم کار درست رو انجام بدیم همه ما در وقت تصمیم گیری ها. حالا بعضی که این نیرو تمام، این نیرو هم هست، یک نیروی دیگری هم وجود داره که این نیرو به او گفته میشه من برتر یا فوق من. در این نیرو انسان تمام تلاش خود رو میکنه تا به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی که در جامعه تعریف شده، ببخشید، اخلاقی که در جامعه تعریف شده پایبند باشه. دیگه اینجا میفهمه فلان کار اشتباهی و کار انجام نمیده، میفهمه که حق متعلق به دیگری، حق را ضایع نمیکنه. یعنی طوری انسان تربیت میشه که برمیگرده به همون وضعیت تربیتی که انسان ها از اونها برخوردارن، در بحث هم زمینه میتونه مطرح شه، هم در بحث محیط، تئوری قبلی که مطرح کردیم، طوری تربیت شده، طوری شخصیت عظیم پرورش یافته که به خود اجازه نمیده که حقی از دیگری ضایع بکنه، ارزش اجتماعی رو زیر پا بکنه. و چنین انسان‌های همیشه در جامعه چی؟ انسان‌های درستکارن، انسان‌های سالمن. در تعابیر دینی ما چی داریم؟ ما داریم میگیم چی؟ نفس سومین نفس، اگر من مطمئنم که اکثر دوستان بیاد نامن، نفس مطمئنه، یعنی به اطمینان رسیدن که کار اشتباس انجام نمیده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. شرط این که خدا از ما راضی باشه و ما از خدا راضی باشیم و داخل در بندگان خودش، اینه که با چی برسیم؟ به نفس مطمئنه برسیم. یعنی چی؟ یعنی ارزش ها را رعایت بکنیم، دستورهایی که برای بهتر شدن زندگی ما هست اونا رو چی؟ اونا رو احترام بذاریم. اگر ما به اینها حرمت گذاشتیم، اگر ما احترام گذاشتیم، اگر ما قواعد رعایت کردیم، اصول پایبند بودیم، تربیت درست شدیم، وقت به نفس مطمئنه دست پیدا میکنیم، شامل در بندگان خدا میشیم و جنت خدا هم انشاءالله نصیب ما خواهد شد. حالا در جامعه هم اگر ما بتوانیم طوری زمینه سازی بکنیم، طوری محیط آماده بسازیم که به لحاظ روانی و جسمی مجموعه هایی که با اونا در ارتباطن درست پرورش پیدا بکنن، یقینا به او شخصیت برتر یا من برتر دست پیدا میکنیم و میتونیم از بسیاری از چالش ها و نابسامانی ها انشاءالله جامعه خود را دور نگه بداریم. این دیدگاه، دیدگاه روانشناس ها. اما در این میان جامعه شناس ها هم دیدگاهی دارند. جامعه شناس ها معتقدند که فرهنگ عامل اینه که انسان شخصیت انسان را میسازه. انسان وابسته به این که در کدام فرهنگ یا در چه فرهنگی بسر میبرد و زندگی میکند، تأکید میکنم انسان وابسته به این که در چه فرهنگی بسر میبرد، یه شخصیت شکل میگیره. بنابراین اگر ما بخواهیم شخصیت انسانها رو مطالعه بکنیم، نمیگه در فرهنگ خشونت محور پرورش پیدا کرده یا در فرهنگ آرامش محور. خود از این بریم با دست میدونیم شخصیت رو میتونیم برای حتی چیکار بکنیم؟ تشخیص بکنیم. دیدگاه جرم شناسا رو هم بگیم، همینقدر فکر میکنم کفایت میکنه در واسه
چیا با دوستا مطالعه بکنن. جرم شناسا معتقدن که شخصیت انسان وابسته به محیطه. همینطور که ما نمیتونیم روح را از بدن جدا بکنیم که بدن تبدیل به جسم بیروح بشه مرده میشه، شخصیت را میتونیم از محیط جدا بکنیم. در نگاه میکنیم که هر انسان در چه محیطی پرورش پیدا کرده. حالا محیط را که مطالعه کنیم شخصیت خود به خود بره ما خود را چی نشان بده. جرم شناس سوئدی آقای گینبرگ معتقده که شخصیت و محیط یک مجموعه تشکیل میدن که وقتی که یکی از عناصر تشکیل دهنده تغییر کنه کار مجموعه هم چیکار میشه. یعنی اگه در محیط یک قسمت محیط مشکل پیدا بکنه یا تغییر در بیاد، در شخصیت انسان هم چی تغییر بده. اگر انسانی در یک محیط جرمزا پرورش پیدا کرده باشه بعد از مدتی در یک محیط آرام به سر بره، هم محیط آرام تاثیر خود رو بر او میگذاره و تغییر میده. شخصیت وابسته به چی؟ به محیط است. این بحثی بود که در ارتباط با شخصیت. اما چهارمین تئوری که در بحث جرم شناسی مطرحه بحث تئوری وضعیت. این رو هم بگیم و بحث رو برای جلسه امروز انشالله تمام بکنیم. در جرم شناسی دوستان ما یک شاخه‌ای داریم به اون میگن جرم شناسی پیشگیری یا به صورت خاص‌تر پیشگیری وضعی. در پیشگیری وضعی حرف بر سر اینه که ما چه کار بکنیم که بتوانیم موقعیت جرم را از مجرم سلب بکنیم. جرم انجام بده یعنی چی؟ یعنی شخص میخواد جرم انجام بده، حالا ما بیم یک برنامه بریزیم که از ارتکاب جرم منصرف بشه. چیکار کردیم؟ حالا از لحظه وقوع شروع جرم تا اجرای عملیات تا ختم از میشه وضعیت. ما چه برنامه ای روی دست بگیریم؟ چه برنامه روی دست بگیریم که شخصی که میخواد جرم انجام بده اونجا بعد بخاطر اینکه در جرم شناسی پیشگیری وضعی ما بعضی وقتا میبینیم دیگه در مناطق مهم و حساس میان کامرا نصب میکنن. خب کامرا نصب به چی خاطره؟ به خاطر از اینه که دزد یا کسی که میخواد یک رفتار خلافی انجام بده متوجه بشه که اینجا کامری نصبه و بعد فیلم گرفته میشه و اگر فیلم رو بگیرن من بعدا شناسایی میکنن و دستگیر خواهند کرد. خود به خود همون لحظه چیکار کردیم؟ ما موقعیت جرم از مجرم گرفتیم، جرم رو انجام نداد. یعنی چه کار بکنیم که حالت خطرناک اینجا این مهمه، این بحث مهمه. چه کار بکنیم که حالت خطرناک خونسا بشه دیگه وجود نداشته باشه. جرم شناسا میگن هرگاهی که هر زمانی که یک جرمی اتفاق میافتد، هرگاهی که یک جرمی اتفاق میافتد چند مورد را باید مطالعه بکنیم و جدی بگیریم. چیه؟ کی؟ کجا؟ چرا؟ کی؟ یا چه وقت؟ چطور؟ و برای و باکی ببخشید و باکی مرتکب جرم شده. خیلی مهمه. میگن وقتی که شما یک جرم اتفاق افتاده، اولین چیزی که شما باید بریم رو بررسی بکنیم اینه که این جرم کی بوده، کجا بوده. کی بوده یعنی چی؟ شب بوده، روز بوده، تاریک بوده، روشن بوده، کجا بوده، موقعیت چی کجا بوده، مناطق مزین بوده، مناطق خلوت بوده، چرا انجام شده، انگیزه از ارتکاب جرم چی بوده، چرا، چی وقت از زمان بوده، چطور شخص جرم رو انجام داده و با کی انجام داده. زمانی که شما اینا رو درست تجزیه و تحلیل بکنین علت رو پیدا میکنین، میتونین برنامه درست بریزین. به لحاظ انگیزه‌ای وقتی شما انگیزه ارتکاب جرم پیدا بکنین میتونین رو خونسا بسازین که دیگه شخص انگیزه بر ارتکاب جرم نداشته باشه. به همون خاطر هم هست که در بعض بسیاری از جاها تأکید میکنن که ما به لحاظ تربیه اخلاق اجتماعی باید تمام تلاش خود رو بکنیم که
جوامع طوری تربیت بکنه که به اخلاق اجتماعی وابستگی ایجاد بشه. چرا؟ چون میگن وقتی که یک شخص قصد انجام عملی داره یا تا مرحله عمل حتی اجرا کرده و عمل کرده، بین خود خود یک کشمکشی داره انسان. از یک طرف از دستگیری و مجازات میترسه و از طرف دیگه وجدانن عمل خود چی؟ یک امر بلاز وجدانی، یک امر زشت میدانه، خلاف وجدان، بین آبروی می بین اجتماع میره، مردم به من دیده بد نگاه میکنن و به من وارد دیگه و باعث میشه که مل حیثیت اجتماعی من چیکار بشه؟ به اون لطمه وارد بشه. خب شاید ادهی خطر اولی رو به احساسی درک نمی، به آسانی درک نکنن، یعنی که چی میگن زندان رفتن برای از اونا مثلا چقدر میتونه سنگین تمام بشه و اینها که دستگیر بشن و مجازات. اما خیلی ها به این برسن که اگر حیثیت اجتماعی لکدار بشه دیگه وقت در جامعه جایگاهی نخواهند داشت، بنابراین تصمیم میگیرن که جرم انجام بدن. حالا ما چطور میتوانیم و یا باید چه کار بکنیم که موقعیت جرم از موجب سلب بکنیم و چطور برنامه‌ریزی بکنیم که او را از وضعیتی که در حالت خطرناک هست او را خارج بسازیم و حالت عادی برگردانیم؟ موضوعاتی که در تئوری وضعیت معمولا اونها پرداخته میشه و جرم شناسان برای مسئله نیز تاکید جدی دارن. خب امیدوار هستم که از توضیحاتی که خدمت شما بزرگواران ارائه کردیم استفاده کافی برده باشین. انشالله در جلسات آینده با موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با تأکید بر این که دوستان مقید به مطالعه کتاب حتما باشند. توفیق حق قرین راه شما